با درود به روان پاک بیش از 5000 شهروند بیگناه کرد همیشه ایرانی که در از زن و مرد و بچه و پیر و جوان که در حمله وحشیانه شیمیایی صدام حسین به کردستان اشغالی کشته شدند و با درود به روان پاک و جان باخته راه میهن بابک خرمدین دلاور مرد آذربایجانی که از هر قطره خونش امروز میلیون ها مبارز راه ایران پدید آمده است. جاوید باد روان درگذشتگان و کشته شدگان و جان باختگان و پیشمرگان ایران زمین. دوستان عزیز، من دوست دارم که در آغاز برنامه ما این درود رو من به روان این درگذشتگان بفرستم، برای اینکه من اعتقادم بر این است که برای جلوگیری از جنایت باید اون رو به رسمیت شناخت تا از تکرار اون جلوگیری بشود. این به هیچ عنوان عرب ستیزی نیست، این تنها یادآور این جنایاتی است که بر مردم ایران و مردمان ایرانی رفته است و هدف اصلی ما در این برنامه آن است که نشان دهیم چه تمدن شکوفایی در عرض مدت زمان کمی تبدیل به چه خرابه ای شد. و اینها رو ما همه با مستندات علمی، با تحقیقات علمی، با فکت و حقایق نشان خواهیم داد به شما. مجموعه فیلم های مستندی ساخته شده است برای نشان دادن عظمت و فرهنگ و علم و دانش و تکنولوژی و ادبیات و فرهنگ و آیین و دین ایران باستان با نام میراث جاویدان ایران باستان که 21 فیلم از این ساخته شده. ما در هر برنامه سعی خواهیم کرد که بخشای از این فیلم ها رو نشان بدهیم و درباره اون بخشایی که هنوز وارد بازار نشده و نشون داده نشده رسما صحبت بکنیم. در عظمت و بزرگی ایران زمین و ایران باستان همین بس که در اون موقع ایران تنها ابرقدرت جهان و در دوره‌ای یکی از دو ابرقدرت جهان بود و پس از اسلام ایران هیچگاه روی پای خودش نایستاد و حتی برخی اوقات تنهای قدرت منطقه‌ای بود، آن هم برای مدتی. اما درباره برنامه‌های گذشته، من قبل از این که وارد ما برنامه‌مون دو بخش داره، من در بخش اول کمی راجع به سوالات شما پاسخ میدم. بخشی از فیلم در واقع بخشی از فیلم‌های مستندمون رو می‌بینیم که این بار در واقع بخشی هست راجع به معماری در ایران باستان. ما می‌تونیم این رو ببینیم. هفته پیش درباره الکتریسیته دیدیم در ایران باستان و دانش الکتریسیته. پس از این فیلم در بخش دوم من کمی راجع به پزشکی در ایران باستان با شما صحبت خواهم کرد. اما در بخش اول اگر اجازه بدید من یک صحبتی بکنم راجع به سوالی که به صورت بسیار خلاصه از یکی از شما عزیزان داشتم. ایمیلی که من دریافت کردم، اجازه بدید که این ایمیل رو بیارم. بله، در این ایمیل سوال شده است که این مطالبی که من درباره مطالب ژنتیکی که عنوان کردم رو کمی بیشتر بشکافیم و توضیح دهیم. ببینید دوستان، من هم تحت تاثیر خیلی از تبلیغاتی که انجام میشد، تبلیغاتی که بی بی سی انجام میداد و غیره، خب اول آدم قرار میگیره و بعد راه علمی اون رو پیدا کردم که چگونه بتوانیم اینها رو به نتیجه برسیم. خوشبختانه در جامعه شناسی که من خواندم ما یک بخشی داریم به اسم آنتروپولوژی. آنتروپولوژی یا انسان شناسی یک بخشی است از در واقع جامعه شناسی. آنتروپولوژی شاخه های گوناگونی دارد. آنتروپولوژی فرهنگی هست، آنتروپولوژی در واقع زیستی هست و شاخه های گوناگونی که اون هر کدوم رو دارن. درباره آنچه که در مسائل ژنتیکی مربوط می شود سخن ما در واقع با آنتروپولوژی که زیستی هست. من کمی توضیح دادم در برنامه‌های گذشته درباره دو گروه از مردمانی که
یک گروه در واقع از مردمانی که با ایمیل هایی که من میگیرم و نظرات شما رو جویا میشم متوجه شدم که احساس تعلق به ایران نمی کنن و اینها در واقع خودشون رو از سرچشمه خودشون رو از کشورهای خارجی میدونن. به طور اخص من راجع به سیدها صحبت میکنم. آقای محمد نوریزاد سر این باب و این گفتگو رو باز کردن. ایشون چند هفته پیش در واقع یک ویدیویی در یوتیوب انتشار دادن و در اون از مردم از چند نفر، حالا من نام نمیارم، خواستن که بگن آقا جون یک آزمایش ژنتیکی بدید و این نام ها و عنوان ها رو از روی خودتون بردارید. واقعا همین هست. من میخوام به شما بگم که هرچند که برای خیلی از آقایون که الان لقب سید رو دارن، خیلی هاشون محترم هستن، خیلی هاشون 90-95 درصدشون آدم های بسیار خوب هستن که به ایران خدمت میکنن، اما یک اقلیتی آشکارا خودشون رو عرب میدونن. آشکارا در واقع شجرنامه های منتشر میکنن و اینها رو در سایتشون میگذارن بدون اینکه اطلاعی از علم ژنتیک داشته باشن و علم انسان شناسی داشته باشن، که این بسیار بسیار در واقع باعث تأسف هستش. من دفعه پیش سعی کردم که یک مقداری درباره مسائل توضیح بدم، این بار میخواهم که یک مقداری بیشتر توضیح بدم، هرچند که میدونم که این دوستان رو در سنین بزرگسالی نمیشود عوض کرد، اینها شخصیتشون شکل گرفته است، اما برای بچه های اینها که دارن همان گونه باز تولید میشوند و برای مثال چندی پیش چند تا از اینها شروع کردن به حمله به ایران و فرهنگ ایرانی، مشخص است که اینها مهر ایران به دل ندارند. حتی اگر آنچه که ما میگفتیم درست نبود و حتی اگر آنچه که ایران باستان تمدنی نداشت، آنچنان نباید روی مسائل مانور داد. شما در هیچ کشور عربی راجب جاهلیت اعراب آنچنان مانور نمیدن، در صورتی که عیان است، در واقع آشکار است که آنها به شدت جاهل بودند، هستند و خواهند بود. اما درباره در واقع آنچه که در گذشته ایران اتفاق افتاده است، با وجودی که مدارک، اسناد و باستانشناسی و علومی که زمان دقیق اشیاء باستانی رو تعیین میکند، آزمایش کربن 14 و غیره، اینها وجود دارند، این علوم رو به رسمیت نمیشناسند و این گونه در واقع سخن میگویند. اینها نتیجهش از نادانی نیست، اینها نتیجهش از بیمهری به ایران است، اینها نتیجهش از آن است که خود را متعلق به این کشور نمیدانند. من امروز از نظر علمی میخواهم که به صورت بسیار خلاصه ثابت کنم که آقایون سید عزیز، شما 95 درصدتان ایرانی هستید، اگر نه 99 درصد، در بدترین حالت و بدبینانه ترین حالت 95 درصد شما متعلق به این کشور هستید و شما ایرانی هستید. برای این اثبات این مسئله، امروز علم ژنتیک بسیار آسان این رو میتونه اثبات کنه. ما سه شاخص ژنتیکی داریم که من اینها رو در علم آنتروپولوژی یا انسانشناسی وجود داره. به گفته آقای نوریزاد، وقتی یاد ایشون میفتم واقعا میبینم که ایشون چه با تدبیر این رو میدونستن، با وجودی که بعید میدونم این مطالعات اینجوری داشته باشن، ولی این رو میدونستن. یکی از اونها هاپلوگروپ ژنتیکی. اول من مسئله رو بگم، ما حتی با شامپانزه، انسان و شامپانزه، 87 درصد از ژن‌های یکسانی داریم. یعنی حتی با شامپانزه اگر همه انسان‌ها رو با هم مقایسه بکنید، 87 درصد ژن مساوی دارن. این رو بهترینش اون دوستانی که میخوان تحقیق کنن در کتاب‌ها و منابع آکادمیک هست، همچنین در واقع موزه هایی که از جمله در واشنگتن دی سی در موزه های مختلف اون میتونن این رو پیدا بکنن، در این موزه ها نشان داده شده. انسان‌ها، تمام انسان‌های روی زمین 98 تا 99 درصد ژن‌هاشون یکسان است. یعنی 98 تا 99 درصد ژن‌ها یه تمام ملیت ها، تمام مردم، تمام تیره ها یکسان است. این هم یک فکت و یک حقیقت علمی است. حالا تفاوت در 1 یا 2 درصد ژن ها هست و تفاوت در آن چیزی است که به آن هاپلو گروپ میگویند. ببینید این مسائل سخت و دشواری است، اما از اونجایی که آقای نوریزاد این رو باز کردن، من مجبورم یه مقدار این رو توضیح بدم.
هاپلوگروپ چیست؟ هاپلوگروپ آرایش ژنی هست. ژن‌ها یکسانن اما آرایششون با هم تفاوت دارن. ما سه نوع هاپلوگروپ داریم از نظر علمی. هاپلوگروپ اول که از پدر میرسد آن Y-DNA هست. یعنی هاپلوگروپی که از پدر میرسد. من دوستان خواهش میکنم عکس شماره یک رو نشون بدن. بله، همونطور که در این عکس شما میبینید، در واقع در سمت راست و بالای صفحه یک پیکان آبی هست که روی اون نوشته شده است Y-DNA. این Y-DNA اون هاپلوگروپی هست که از جانب پدر میرسد. در سمت چپ یک دایره قرمز رنگی وجود دارد که روی آن نوشته شده است mtDNA. این maternal DNA هست، DNA که از هاپلوگروپی هست، یعنی آرایشی هست که از طرف مادری میرسد. و در پایین موقعی که سلول جنین تولید میشود، وقتی که yDNA در داخل mtDNA فرو میرود، ما یک در واقع جین پولی داریم، یک استخر ژنتیکی تشکیل میشود، یک استخری از ژنها که از هر دوی اینها هست که در زیر ما میبینیم. این هاپلوگروپ اوتوسومال هست. اکثر انسانها آن چیزی که اون رو میشناساند آنها رو و هویتشان را استخر ژنتیکیشان هست، یعنی استخری که پولی که در اون ژنهای مختلفی دارن و همه هیچ نژاد خالصی در بشر اصلا وجود ندارن. این آقایونی که خودشون رو اولاد پیغمبر میدونن باید به این مسئله توجه بکنن، چون این به از نظر من یک نوعی نژاد پرستی است و این عنوان ها رو داشتن این اصلا درست نیست. ولی به هر حال ما آنچه که در واقع میبینیم یک استخر ژنی هست که اتوسومال هست و این تشکیل شده است. دوستان لطف بکنن عکس شماره دو رو نشون بدن. بله، در عکس شماره دو سرنوشت این استخر ژنی اگر وارد یک کشوری بشود، شما فرض رو، فرض محال هم در منطق میگویند، محال نیست، شما فرض رو بر این بگذارید که این در واقع پیکانی که در سمت چپ شما میبینید و اندازش بزرگتر هست، این وارد استخر ژنتیکی ایرانی شده است، بر اساس ازدواج های مکرری که انجام می شود در هر ازدواج کروموزوم های مرد و زن دقیقا نصف می شود، یعنی 23 تا از مادر می آید و 23 تا از پدر. یعنی این استخر ژنتیک تبدیل از سمت بالا، دایره بالا سمت چپ تبدیل می شود به دایره بالا سمت راست. بعد بر اساس نسل بعدی و ازدواج بعدی تبدیل می شود به دایره پایین سمت چپ. و همین گونه آن چیزی که وارد این دریای ژنتیک شده است تبدیل می شود به دایره پایین سمت راست. این رو من نشون دادم که این استخر ژنتیکی و هاپلوگروپ ها مفهومش چیست. مفهوم آن است که اگر به فرض محال یک نفر از اولاد پیغمبر، که حتی پیغمبر اولاد پسر نداشتند ولی حالا اولاد حضرت علی، اگر یک نفر وارد ایران می شده در اثر این 1400 سال، این فرد از آنچه که اول وارد شده بوده است چیزی حدود 2-3% هاپلوگروپاش باقی مونده بوده، یعنی به طور کامل انسان تغییر پیدا میکنه. تفاوتی که در قیافه هست، در چهره هست، در حالا فقط هم اینها نیست، در مسائل دیگری هم که هست، بین آن چیزی که امروز کسانی که خودشون رو اولاد پیغمبر میدانند و آنچه که امروزه در عربستان هست، دوستان میتونن در حجاز بروند، دیگر اعراب اصل و اصیل رو در حجاز میشود هنوز هم یافت و اینها هاپلوگروپ جیوان دارن. حتی اگر این فرد آمده بود امروز دیگر اون نبود و این ایرانی شده بود و در دریای ژنتیکی یا جین پول ایرانی قرار گرفته بود. اما من میخوام بگم حتی همین هاپلوگروپ عربی در ایران چیزی حدود 5-6% بیشتر نیست. بنابراین در چیزی حدود 95% مردم ایران چنین هاپلوگروپی ندارن و اون 5% رو هم که دارن، یعنی هاپلوگروپ J1، من این رو اسمش رو نام ببرم، اسم علمیش هاپلوگروپ J1 هست، شما میتونید در اینترنت ببینید، و اون J1، هاپلوگروپ J1 که برمیگردد به عربستان و اونم تازه یک نوع خاصی از J1 که وقتی برمیگردد به عربستان در دریای ژنتیکی تبدیل به همین عکس قسمت پایین سمت راست شده است. دوستان عکس‌های بعدی، عکس 3 رو هم نشون بدن. این عکس در واقع نشون میدهد که چگونه سلول، هسته سلول، کروموزوم ها و دی ان ای رو نشون میده و اینکه قسمت پایینش، عکس بعدی رو لطفا نشون بدن.
اینجا نشون میده که چگونه دی ان ای ها تقسیم میشوند، یعنی نصف 50-50 از پدر و مادر جدا میشوند. عکس بعدی رو نشون بدن دوستان. در اینجا شما inheritance of Y DNA and empty DNA رو میبینید، یعنی ارث رسیدن هاپلوگروپی که از طرف پدری و مادری maternal میآید رو شما در اینجا میبینید. شما به اون پدر اگر رنگش آبی باشد بر اساس قانون ژنتیک چند نسل رد بشود اصلا رنگ آبی باقی نمیماند. شما این رو در پایین میبینید که سبز شده و یا زرد شده و یا رنگهای دیگر آمده است. عکس بعدی رو دوستان نشون بدن. این هم نشون میداد که چگونه اون سلول آفسپرینگ سل در واقع سلول جنین در واقع چگونه و نوزاد چگونه تشکیل می شود و تقسیم ماشین است. ما بحثمون بحث ژنتیکی و زیستی نیست، فقط من این یک توضیح کامل رو دادم که دوستان عزیز در ایران 90-95% Y DNA یا هاپلوگروپ پدری هاپلوگروپ های R1A R1B و J2 هستند. این هاپلوگروپ ها 100% هاپلوگروپ های هند اروپایی هست. ما هاپلوگروپ جیوان به نام عربی که در 5% مردم هم اگر باشد، اون 5% استخر ژنتیکیشون 95% ایرانی است. بنابراین این که کسی خودش رو گمان بکند که همون اولاد پیغمبر است، از نظر علمی این حرف وجود ندارد، این حرف واقعی نیست، این حرف دروغ است و نیست همچین چیزی. همین مسئله درباره آذربایجانی های عزیز هم هست که در اونجا اتفاقا بیش از همه در ایران هاپلوگروپ هندوروپایی وجود دارد در آذربایجان، در صورتی که زبانشان یک زبانی است که زبانی است در واقع که ترکی حساب می شود. هاپلوگروپ ترکی که در مغولستان، در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هست، اینها در هاپلوگروپ های ترکی واقعی هستند. هاپلوگروپ کیو هست، این کیو در آذربایجان 2-3% است. یعنی همین مسئله دقیقا شما در آذربایجان رو دارید. من این رو فقط یه توضیح دادم که گروهی که خودشون رو این آقای نوریزاد خیلی قشنگ در واقع توضیح داده بود و این در واقع خواست با این موزل اجتماعی مبارزه بکنند، کسانی که خودشون رو اولاد پیامبر میدانند این رو بدانند که از نظر علمی حرفشان درست نیست و در بهترین حالت اجدادشان انسانهای باهوشی بودند که خواستند، حالا ما باهوش با ادب میگوییم، باهوشی بودند که خواستند توجه مردم معتقد رو به خودشون جلب بکنند. از این روز که این افراد مخصوصا از بچگی مهم است که این اعتقاد در ذهنشان برود که اینها ایرانی هستند، چون بسیاری از این سیدها رو من میبینم مثلا اینها از بچگی میرن زبان عربی رو مثل بلبل صحبت میکنند، به عربستان علاقه مند میشن و حتی امروز مدارکش در اومده است که برای عربستان حتی کار میکنند. بنابراین من این رو خواستم بگویم که اون هویتتون رو بشناسید که هویتتون ایرانی هست. حالا خواستید برای عربستان کار بکنید، برای پول هم کار بکنید، ولی بعد اون دیگر یک خیانت اخلاقی است. ولی آنچه که از نظر علمی اگر بخواید صحبت بکنید، شما عرب نیستید. این علمی بود که من صحبت کردم. من از دوستان خواهش میکنم که یک مقداری چند دقیقه از فیلم در واقع معماری در ایران باستان رو نشون بدن که ما کمی درباره ایران معماری و تمدن ایران باستان در بخش دوم صحبت کنیم. آدمی از آغاز زندگانیش بر این کره خاکی، از هنگامی که نخستین دانه های باران بر روی سرش ریخت، از هنگامی که وزش نخستین بادها لرزه بر تنش انداخت و شاید هنگامی که نخستین گرمای توان فرسا را آزمود، نیاز به سرپناه را دریافت. او در هر کجای زمین که بود از زیست بوم آنجا کمک گرفت تا این نیاز را پاسخگو باشد. از چوب درختان، از صخره‌ها و نیز از تکه‌های بزرگ یخ خانه و سرپناه ساخت. در درازای صده‌ها و هزاره‌ها کم کم سرپناه‌ها بهتر و پیشرفته‌تر شدند و آمیختن آنها با دانش و زیبایی، هنر معماری یا همان مهرازی را آفرید. شیوه مهرازی هر شهر و کشوری شناسنامه آن سرزمین است و هر گوشه گیتی را با چهره ساختمانها و سازه‌های آن بخش می‌شناسند. ایران زمین نیز
با پیشینه‌ای باستانی و اندیشه‌ای کهن، گذشته‌ای بلند و سرفراز را در مهرازی به همراه دارد. کشور ایران سرزمین کاخ‌های باشکوه، آتشکده‌های بزرگ، زیگورات‌ها، گنبدهای بلند، سرپناه‌های آسمانگون و دیوارهای پرنقش و نگار، آبنماهای آینه‌وار و پر از نمادهایی است که مرغ رؤیا را به سوی داستان‌های هزار و یک شب پر می‌دهد و جادوی خورایان زمین یا همان مشرق زمین را به یاد می‌آورد. مهرازی ایرانی پیشینه ای دست کم 8000 ساله را پشت سر دارد، اما کهن‌ترین یافته‌های بازمانده از خانه‌سازی عصر باستان که راه دور و دراز هزارها را تاب آورده و امروزه چون گواهی در دست ماست، پیشینه ای بس باستانی دارد و پیشینش به 10000 سال پیش باز می گردد. برای نمونه، کهن‌ترین مهرازی ایرانی و جهانی را در دامنه فرهنگی گنج دره کرمانشاه با پیشینه ای بیش از 10000 سال می توان دید. کندها کهن‌ترین بازمانده های دوره های یاد شده هستند، خانه ها و پناهگاه هایی که با کندن زمین یا کوه ساخته شده اند. پسوند کند در نام برخی جاهای جغرافیایی مانند سمرکند یا سمرقند و تاجکند از این نخستین روش خانه سازی داستان می گویند. بله، در همونطور که در این فیلم ما دیدیم بخشی از اون رو، در واقع ایران باستان جنبه های مختلفی دارد. ما درباره جنبه های مختلف این تمدن برای اولین بار در تاریخ ایران فیلم ساختیم. برای اولین بار هیچگاه حتی در عصر پهلوی همچین کاری انجام نشده بود. ما این کار رو انجام دادیم و درباره معماری، علم، فرهنگ، هنر، تمدن و در واقع دستاوردهای ایران باستان فیلم‌های مختلفی در واقع ساختیم. این فیلم معماری که شما دیدید یکی از اونها بود. ما در اجازه بدید کمی درباره معماری صحبت کنیم و درباره تمدن ایرانی. ببینید، من همونطور که در این سری برنامه‌ها داشت در واقع قبلا هم گفته بودم، درباره دین مردم صحبت نمی‌کنم. آن در واقع هر کسی به قول کوروش کبیر موقعی که بابل رو گرفت، هر کسی بنا به شخصیت خودش دین خودش رو انتخاب میکنه. من با اون در واقع کاری ندارم، یک مسئله شخصی افراد است. اما درباره تمدن اسلامی باید صحبت کرد. گروهی از افرادی که در واقع آمدند و اصلا بسیار بی اطلاع هستند و ناآگاه هستند و هیچ کار تحقیقی در این زمینه نکردند، تنها به خاطر همین مسائلی که در بخش اول برنامه صحبت کردیم، یعنی به خاطر عدم احساس تعلق به ایران و خود رو عرب دانستن، تیشه به ریشه فرهنگ ایران باستان میزنن از روی بغض، کینه و نفرت و هیچ چیزی جز این وجود نداره. من در واقع مطلبی رو که باید توضیح بدم درباره تمدن این است که ببینید، ما چیزی به نام تمدن اسلامی وجود ندارد. دین اسلام هست، ارزش‌های اسلامی هست، اما تمدن تعریف علمی دارد. ما چیزی به نام مدنیت اسلامی نداریم. ما چیزی به نام در واقع تمدن اسلامی، شهریگری اسلامی نداریم. ما گروهی از اعراب بدو رو داشتیم که اینها تمدن‌های گذشته رو تصاحب کردند و به آن مارک اسلامی زدند و آنقدر ناآگاه بودند و آنقدر نادان بودند که در واقع جای پا و رد پای تمدن‌های گذشته رو در تمام آثارشون باقی گذاشتند.
یکی از مسائلی که باعث شگفتی سان است که ما در اسلام چیزی به اسم معماری نداریم. آنچه که به معماری اسلامی ندانم معماری نداریم که من بعدا توضیح خواهم داد، علمی به اسم به نام اسلامی وجود خارجی ندارد و اینها همش ترجمه کتاب‌های یونانی، هندی و ایران باستان بوده است به زبان عربی، که حتی کلمات معربی که در این کتاب‌ها به ترجمه عربی باقی مانده است رد پای اونها رو نشان می‌دهد. برای مثال من وقتی که یک کتابی فرض کنید من نوشتم به زبان پارسی، به زبان دری، و در این کتاب من از آنتروپولوژی صحبت کردم، خب شما که یک انسان باهوشی هستید وقتی یک کتابی رو به زبان پارسی میگیرید در دستتون و میبینید که بالاش نوشته آنتروپولوژی، مشخص است که این علم در ایران تولید نشد. این خیلی ساده است. این علم علمی غربی بوده است، در ایران وارد شده است، کتابها ترجمه شده است یا اندکی اضافه و کم شده است، کتابی به زبان فارسی تحت عنوان آنتروپولوژی نوشته شده است. پس خود کلمه آنتروپولوژی یا انسانشناسی در واقع رد پا و جاپایی خواهد گذاشت اگر تمام دنیای غرب از بین برود روزی. همین یک کلمه رد پای این رو باقی خواهد گذاشت که این علم از کجا آمده است. من برای شما مثال‌های فراوانی میزنم از آن چیزی که به دروغ به علوم انسانی معروف است، به علوم اسلامی معروف است. ببینید، ما کلمه‌ای داریم به نام کیمیا، به شیمی در واقع به عربی میگویند کیمیا. خود کیمیا کلمه است پارسی که حتی در زبان‌های اروپایی هم رفته، کمیستری شده، شیمی شده، فرانسه و همتو در عربی هم باقی مانده است به این صورت. پس خود این کلمه همون گونه که الان مثال از آنتروپولوژی برای شما آوردم نشان میدهد که این علم اساساً ایرانی است. برای همین هم هست که حتی پس از حمله اعراب هم این تصادفی نیست که تمام دانشمندانی که به اون دانشمندان در گیومه عرض میکنم اسلامی نامیده میشود همشون از ایران بودن. خب این یک چیزی بوده در اونجا که اینا رو همه رو به رازی مثلا از اهل ری بوده است، بیرونی بوده است، بوالی سینا بوده است. چرا اینا همه ایرانی بودند؟ اینها به زبان عربی می نوشتند، نه اینکه عرب باشند، و اصل منابعشون از منابع ایران باستان بود. برای اینکه در دوران پس اشغال ایران از اونجایی که اعتقاد داشتن کتابهای ایرانی کتابهای مجوس است و کفرآمیز است، باید این کتاب‌ها از بین برود. برای اینکه این کتاب‌ها رو سوزاندن در کتابخانه‌های جندی شاپور، بلخ، خوارزم و بخارا، اینها سوزانده شد. ولی ایرانی‌ها با ذکاوت برای اینکه این کتاب‌ها محتواشون از بین نرود، اینها رو به عربی ترجمه کردن و آن چیز بعداً شد علم اسلامی، در صورتی که آن چیزی که علم اسلامی میگویند رد پاها و کلمات نشان میدهد که همه ترجمه از اصل ایرانی بوده است یا از اصل یونانی بوده است یا از اصل هندی بوده است. برای مثال کیمیا بود که من به شما گفتم. کلمه بعدی هندسه است. هندسه کلمه است معرب از پهلوی هنتاچک. هنداچک پهلوی همان است که چه به سه تبدیل شده است، معرب شده است، شده است هندسه و هندسه. این اون چیزی است که بعداً در عربی وارد شده است، اشتقاق داده است، مهندس و غیره از آن به دست آمده است. ببینید اینکه یک کلمه در عربی به ظاهر ریشه دارد این نشان نمیدهد که این کلمه عربی است. برای مثال کلمه فرعون یک کلمه قبطی است، ولی این فرعون وارد عربی شده است، از اون تفرعون ساخته شده. بنابراین ریشه دادن ما اینا عرب ها میگیرند و بعد ریشه رو میسازند از روش. نمونهش فرعون و تفرعون هست، هندسه و بعد مهندسی و مهندس هست. بنابراین هندسه معرب هنداچک هست، خودش نشان میدهد که اصلش و منبعش در واقع یک دانش ایرانی بوده است. کلمه بعدی دیوان است. دیوانداری و کشورداری ویژه ایرانیان بوده است. خود کلمه دیوان که بعدها در عربی رفته است و حتی تدوین و مدون هم از آن در آمده است و اشتقاق داده است، دیوان یک کلمه است به زبان پهلوی.
عرب کشورداری نمیدانستند که چیست، بادیه نشین بودند. بنابراین آنچه را که یاد گرفتند، این کلمات رد پاهایی است که نشان میدهد کشورداری در ایران باستان، در اون چیزی که به آن دوران اسلامی میگویند، از ایران باستان آمده است، مثل هندسه، مثل کیمیا و غیره که گفتند. کلمه دیگر خود کلمه ادب است. عرب هرچند شعر میگفته است به گونه شفاهی و عامیانه، اما عرب هیچگاه ادبیات و ادب نداشته است. قرآن رو پس از این که مسلمین ایران رو گرفتند، کم کم تدوین کردند و آشنا شدند با خط ایرانی، اینها رو تدوین کردند. خود خط، کلمه خط، معرب خد در زبان پهلوی است. ادب در زبان فارسی باستان دو پو بوده و در زبان سانسکریت لیپو بوده است. دوپو تبدیل می شود به دوپ و بعد به دپ و بعد به ادب معرب می شود و باز اشتقاق می دهد از آن ادبیات را می سازند. حتی ادب و ادبیات نبوده است. کلمه بعدی کلمه کهرباست. کهربا که تا امروز در زبان عربی به کار می رود، کهرباست، یعنی رباینده کاه که به جای الکتریسیته به کار می رود. این دانش از دانش‌های کهن ایرانی است که ما درباره این یک فیلم مستند ساختیم به اسم الکتریسیته در ایران باستان یا راز باتری ایرانی. و همچنین کلمه‌های فرهنگی، خود کلمه دین که در اسلام از اون تدین ساخته شده است و غیره، که از ریشه دعنای اوستایی می‌آید به مفهوم وجدان. و همچنین کلمات دیگر مثل مهرجان، کلمات آیینی، رسمی، جشنی است که میشود از معرب مهرگان است. اعراب مالیاتداری نمیدانست، اعراب کشورداری نمیدانست چیز. کلمه خراج عربی معرب خراج در پهلوی است. اون کسانی که زبان پهلوی میدانند اینها رو میدانند. ما چیزی به اسم فلسفه نداریم، منطق اسلامی نداریم. اینها همش ریشه های یونانی دارد، یعنی که اون یونانی ها خودشان هم میگویند بسیار تحت تاثیر کارهای زرتشت فلسفه و منطق در اونها پدید آمده است. و در واقع فلسفه، خود کلمه فیلسوفی از کلمه فیلسوفیا یونانی هست و در واقع فیل به معنی دوست داشتن و سوفوس به معنی دانش است، یعنی دوستدار دانش و دانایی، حقیقت. خود کلمه منطق که یک علم است، علم عقلانی هست، عرب علم عقلانی نداشته است، معرب منترا اوستایی هست، سخنان درخور شایسته که تبدیل به منطق شده است. و کلمات از این دست بسیارند که ما فرصت نداریم صحبت بکنیم، که باید یک فرهنگ لغت نوشت. واقعیت این است که بر طبق نظریه برخی از زبانشناسان آلمانی و همچنین برخی از زبانشناسان ایرانی مانند آقای ذبیح بهروز، به طور کلی زبان عربی که زبانی حلقی هست، زبان اقوام وحشی بوده است، زبان عربی اولیه که بسیار نزدیک به زبان حیوانات بوده است، این زبان برای همین هم هست که حروف حلقی در آن زیاد دارد، چون اینکه در حیوانات زبانشان و در واقع لبشان رو حرکت نمیدهند، بیشتر صداهای آنها، آوای آنها از نظر علمی از حلقشان می آید. برای همین است که در زبان عربی بیشتر حروف حلقی داریم، مثل ه، مثل عین، مثل این حروف، که اینها در زبانهای دیگر به ندرت یافت می شود. به نظر آقای ذبیح بهروز و دیگر زبانشناسان، از نظر در واقع ساختاری، این زبان انسانهای بدو اولیه در برخورد با زبانهای هندواروپایی و ایرانی پدید می آید و برای همین هم است که بسیاری از کلمات عربی ریشه های اوستایی و سانسکریت دارد و اینها همه مشخص شده است. بنابراین این رو من گفتم که ما حتی از نظر زبان هم بدانیم با چه کسی سر و کار داشتیم، از نظر کلمات جاپاها و ردپاهایی که باقی مونده است در نوشتارها مشخص میکنند که اینها کی بودند. این تصادفی نیست که همه دانشمندانی که به دانشمندان اسلامی معروفند در واقع از ایران و از ایران باستان بودند. بنابراین ردپاهایی که اینها گذاشتن در ترجمه هاشون، همون مثال آنتروپولوژی که اول زدم، به راحتی روشن میکند که این علوم اصلش از چه کشورهایی بوده، از کجا بوده است، بعدن اینها به عربی ترجمه شده است. یکی از کارها در معماری که شما نمونش رو دیدید، من از دوستان خواهش میکنم که عکس های
شماره 7 8 9 و 10 7 و اول نشون بده. نه ببخشید، نه 7 نه ببخشید، این درباره پزشکی بوده است. اجازه بدید ما بریم درباره این رو، نه عکس 11 رو نشون بدن دوستان. 11 بله، شما ببینید در عکس 11 شما یک گنبد رو میبینید، این به ظاهر یه ساختمان اسلامی است. عکس 12 رو نشون بدن دوستان، این هم یه گنبد دیگر رو میبینید، این به ظاهر یک کلیسا است. عکس 13 رو نشون بدن، این گنبد شاه چراغ در شیراز است. به گنبد و شکل گنبد توجه بکنید. عکس بعدی رو لطفا نشون بدن، این از یه زاویه دیگه شاه چراغ است. عکس بعدی لطفا، اینجا شعله آتش است. ببینید گنبد و مخصوصا گنبد طلایی یک شکل گنبد استعاره است و یک تشابهی دارد به شعله آتش. آتشکده ها در ایران باستان، ما در فیلم معماری در ایران باستان در بخش آخرش آتشکده آذرگشسپ رو در آذربایجان که سرزمین آتش و زرتشت بوده است بازسازی کردیم. تمام آتشکده ها در ایران باستان بالایشون گنبد داشتن. امروز آتشکده ها رو اینگونه درست نمی کنند، امروز آتشکده ها رو شکل دیگری درست می کنند، اما در ایران باستان تمام آتشکده ها بالاشون گنبد داشتن. اینا همه بازسازی شده، کتاب های علمیش مشخص شده. این گنبد استعاره از شعله آتش است و رنگ اونم که رنگ طلایی همین است. پس بنابراین حتی از دین فرهنگ تمدن، حالا من به دین کاری ندارم، ولی تمدن اسلامی آنچنان فقیر بوده است که حتی شکل مقدسترین ساختمان آن که ساختمان مسجد آن می باشد از شکل آتشکده ها گرفته شده است. و این دیگه یه چیز مشخص و عیانی است. عکس بعدی رو نشون بدم دوستان. بله اینم شعله آتش هست که در واقع آرک ها و حتی آرک ها و اون تاخ ها هم، تاخ های تیزی که در دوران اسلامی هم هستش، از این پدید می آید. ما نمونه های زیادی رو در همین فیلم معماری از آتشکده هایی داریم که عکساش هست، میتونن ببینن که بالاش در واقع گنبد بوده است و این گنبد ها چگونه اینها کار میکردن. یعنی تمدنی که مقدسترین ساختمان اون یک کپی برداری از یک آتشکده زرتشتی هست و گنبد اون نماینده شعله آتش هست، آیا ما میتوانیم بگیم همچی وجود داشته است؟ نام مسجد از مسجد ربطی به سجده ندارد. مسجد معرب مسجد است. هنوز در بعضی از جاهای سیستان و بلوچستان به مسجد مسجد میگویند. مس یعنی بزرگ و گت یعنی خانه در زبان پهلوی. خانه بزرگی بوده است یا در مهر بعدن میگفتند یا آتشگاه میگفتند که در اونجا عبادت میکردند در ایران باستان. بعدها این رو گفتن یعنی محل سجده و غیره و اینها ساخته شده، اشتقاق داده است. یعنی وقتی که شما مقدسترین مکان رو میبینید که این یک کپی برداری است، شما چه انتظاری دارید از در واقع چیزهای دیگر اون؟ درباره علوم به شما گفتم، این معماری نمونش رو شما دیدید، علوم و ردپاهایی که در ترجمه کتاب ها هست شما دیدید. ما یک چیزی داریم، اون همین از ترجمه عربی علومی ایرانی، یونانی و هندی، اینها به عربی ترجمه شده است. یک نهضت ترجمه در دوران اسلامی پدید آمد، اونم به خاطر اینکه اعراب اصلش رو چون نمیفهمیدن فکر میکردن کفرآمیز، همه رو سوزوندن، ترجمه هاش باقی و بعد فکر کردن اینها کار دانشمندان مسلمان است، در صورتی که آنها حتی دستور زبان عربی رو سیبویه که یک نفر ایرانی از فارس بوده نوشته. یعنی اعراب حتی دستور زبانشون رو، صرف و نحو عربی، ببینید این رو، یک ایرانی اون رو نوشته، یک سیبویه نوشته است اون رو، از در واقع از ایران اون رو نوشته است، از فارس اون رو نوشته است. حتی دستور زبان خودشون رو نمیدونستند، بعد بخواهن به دیگران تمدن بدهند. اینها یک سری حرف های در واقع ناآگاهانه، ابلهانه، البته من فکر میکنم بیش از آن که ناآگاهی در آن نقش بازی کند، در واقع دشمنی، نفرت و کینه نسبت به ایران است. ما این حرف ها رو هم که میزنیم دوستان اینها رو بدونن. اینها من دوست نداشتم وارد این بحث ها بشوم، ولی از اونجایی که در واقع حملاتی می شود به تمدن ایران باستان و از چیز موهوم و دروغینی به نام تمدن اسلامی سخن گفته، ببینید تمدن اسلامی با دین اسلام جدا است. تمدن اسلامی بحث علمی است، یعنی عوام این رو متوجه نمیشن.
تمدن اسلامی وجود خارجی نداشته است و تا کنون نیز ندارد. آنچه که ما داریم حتی تا کنون جز تقلید، امروز تقلید از غرب است، در قدیم تقلید از یونان و ایران و هند باستان بوده است. این یک فکت علمی است و یک حقیقتی است که در واقع ما نمیتوانیم اون رو به چالش بکشیم. در پایان فقط من دوست دارم که به این نکته اشاره بکنم که در واقع متاسفانه افرادی با قصد و غرض در فکر نابودی ایران هستند و برای همین هم است که این حمله ها به طور سیستماتیک به ایران انجام می شود و اینها حتی شایستگی این رو ندارند که شهروند ایران باشند. و همون گونه که هولوکاست امروزه، اگر کسی هولوکاست رو گرامی می دارد به مفهوم آن نیست که ضد آلمانی است، ما باید کشتار ایرانیان باستان رو و فجایعی که به ایران باستان وارد شد رو گرامی بداریم. این به مفهوم ضد عرب بودن نیست، این به مفهوم آن است که برای جلوگیری از تکرار این فجایع مانند هولوکاست باید یاد اینها گرامی داشته بشود. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن به کشتن دهیم، مبادا که کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین. بدرود.